سر بازی ایستادن نیست این خشم خروشان را، از این پس بهر آتش خان باید خاک ایران را. به روزستان آزادی قسم کز آه این مردم، پیاپی آتش است از بعد آتش این شبستان را. بگو با اژدهای نفرت انگیز ستم پیشه، یلان تیغ بر کف بین از این پس نوجوانان را. به برق غیرت چشم شهیدان وطن سوگند که عهدی نیست در دلها بجز خیزش رفیقان را. اگر این رود خشم اندک صبوری پیش بنماید، تو بنگر خشم بنهفته به قلب آبشاران را. در بازی ایستادن نیست این خشم خروشان را، از این پس بهر آتش خواهد باید خاک ایران را. التهاب بازار همدان. از شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته قیمت ارز در بازار همدان از 3700 تا 4100 تومان معامله شد. به دلیل عدم ثبات بازار ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها حاضر به خرید و فروش نیستند. از جمله در بازار لوازم خانگی با افزایش قیمتی معادل 300 تا 700 درصد مواجهیم. مثلا جاروبرقی که تا دو ماه قبل 60 تا 70 هزار تومان بود، الان به بالای 280 هزار تومان رسیده. یا یک لباسشویی 400 هزار تومانی الان با قیمتی بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. مهمترین پیام فرو ریختن اتهام تروریسم این است که برای مسئله ایران پاسخ آماده و شایسته‌ای هست. برای احیای اعتماد و همبستگی ملی مظهر و تکیگاه استواری هست. بله، جنبشی هست که دارای بزرگ ملت ایران برای پیشروی و آزادی است. این دارایی قبل از هر چیز انسان‌های از خود گذشته متعهد و پیشتاز است. از این نظر مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی سرمایه بزرگ مردم ایران برای کسب آزادی اند. درود بر همه آنها. اقتصاد ایران وخیم‌تر می‌شود. وال استریت جورنال. به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران با ثروت فراوان نفت،
در نتیجه سقوط ریال در عرض ماه گذشته ضربه دیده است. به گفته اقتصاددانان، سقوط شتابان ارزش ریال در هفته‌های اخیر که یک سوم ارزش خود را از دست داد، به شدت به تورم دامن می‌زند. این وضعیت توانایی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری تجاری و واردات کالا را تضعیف می‌کند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند اقتصاد ایران تحت تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که در مورد آن توافق شده زیر ضرب بیشتری قرار می‌گیرد. بروکسل همچنین تبادلات بانک‌های ایران را مشکل‌تر می‌کند. به جز تجارت امور انسان دوستانه، بانک‌های اروپایی برای هر تبادل مالی بیش از 10,000 یا نزدیک به 13,000 دلار نیازمند تایید از پیش خواهند بود. بسیاری معتقدند که سیاست‌های احمدی نژاد تورم سالانه را به میزان بالای 70% رسانده است که بسیار بیش از برآورد 25% صندوق بین المللی پول می باشد. دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی معتقدند که افزایش تحریم‌ها علیه رژیم ایران و سوء مدیریت دولت به افت شدید ریال در هفته‌های اخیر دامن زده است. بنا به گفته مقام‌های آمریکایی، واشنگتن و بروکسل که تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و صادرات نفت را هماهنگ کردند، باعث شدند در هر سه ماه رژیم تهران 15 میلیارد دلار از درآمدهای بودجه خود را از دست بدهد. تحلیلگران در خارج همچنین معتقدند تحریم‌های مالی درآمدهای بودجه تبادلات ارز خارجی ایران را کاهش می‌دهد. بازرگانان ترک و دولت ترکیه از قبل رژیم ایران درآمدهای هنگفتی نصیبشان می شود. داستان از چه قرار است؟ رژیم ایران که با تحریم بانکی روبروست و مشکل دریافت پول نفت با دلار دارد، با لیر ترکیه که بابت پول نفت دریافت می کند، طلا می خرد و آن را از فرودگاه آتاتورک ترکیه به دبی و از آنجا به ایران می برد. خبرگزاری رویتر گزارش داده است در ماه‌های اخیر ده‌ها تن طلای ترکیه به طور مستقیم یا از طریق دبی به ایران انتقال پیدا کرده است. آمار رسمی تجاری ترکیه تخمین می‌زند که تنها در ماه اوت نزدیک به 2 میلیارد دلار شمش طلا از طرف خریداران ایرانی به دبی حمل شده است. بر اساس گزارش منابع موثق رژیم، در عرض 7 ماه گذشته 6 میلیارد دلار طلا در ترکیه خریده و به ایران منتقل کرده است. رژیم این طلاها را توسط مسافران و با چمدان از استانبول به دبی می‌برد. این اقدام رژیم بیانگر تنگنای آن در قبال تحریم هاست. رژیم بابت این کار اولا باید مالیات زیادی در فرودگاه ترکیه به خاطر انتقال میلیاردها دلار بپردازد. علاوه بر آن بابت تبدیل به طلا هم سودهای هنگفتی عاید بازرگانان ترکیه می‌کند. تازه روشن نیست بالو رفتن این شیوه کار رژیم تا چه زمانی بتواند به آن ادامه دهد، چون تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا فشار بر ترکیه را برای قطع این گونه مراودات بالا برده است. Let's go.
ایران دیوان است، پنجرش فریاد خیزان است، کوچه به کوچه برخواست و فرزندان ایران، بادر شیر و شیر و جندر بس به دشتیمان. راهش شده جاویدان، خونش به رگم جوشان، یاری که در این میدان که در آن زندان بگذشت از جان، خون شد تن خاک او، همه خاک او شد پرباران، آتش هم خوزیم بر این جنداد هم خیزیم، چون بر میخیزیم تو پاکن خیزیم، با کوچه به کوچه بر خواست و بر زندان ایران، با دل شیر و شیر و جندر بس به دشت ایمان. رخشد سهر ایران، مهری برسد از را که فرابش ها باشد جان تا چهری، که پس از شب ها به نهای توی روزی نادا، آتش هم توزیم بر این جندادان تیزیم، چون بر میخیزیم تو پاکن بیزیم، با کوچه به کوچه بر خواست و بر زندان ایران، با دل شیر و شیر و جندر بس به دشت ایمان. کم نیستند کالاهایی که در کشور به وفور تولید می شود و به جای حمایت از این تولیدات رژیم اجازه می دهد به وفور هم وارد شود و بیش از نیاز کشور هم وارد شود. برنج یکی از این محصولات است که هر سال به خصوص در فصل برداشت تولید داخل سیل واردات بی‌رویه برنج از خارج برای شکستن قیمت برنج داخلی سرازیر می شود. برنجی که وارد می شود متعلق به نوچشمه های نظام است و برنجی که تولید می شود حاصل دسترنج شالیکاران زحمت کش است. یکی باید سود سرشار بدهد و دیگری شالیکار را به نان شب محتاج کند. در نیمه اول امسال درست در فصل برداشت برنج، رژیم اجازه وارد کردن 627 هزار تن برنج به ارزش بیش از 592 میلیون دلار به نورچشمه هایش داد. در حالی که به گفته نایب رئیس انجمن برنج کشور در بدترین حالت نیاز کشور به واردات برنج 400 هزار تن است و امسال 2 میلیون و 400 هزار تن برنج در داخل تولید شده است. در نتیجه بازارهای ایران پر از برنج‌های نامرغوب هندی، پاکستانی و آمریکایی است که به طور مستقیم از امارات وارد ایران شدند. اجازه این واردات بی‌رویه به رغم ممنوعیت سوری واردات برنج را وزارت صنعت و تجارت و بازرگانی رژیم صادر می‌کند و نتیجه آن ضرر و ورشکستگی برنجکاران است. رسانه‌های حکومتی نوشتند نایب رئیس انجمن برنج کشور از کاهش زیرکشت ارقام پرمحصول کشاورزی خبر داد و خاطرنشان ساخت کشت ارقام پرمحصول همکنون به 2/3 کاهش یافته است. این یعنی سیاست انهدام تولیدات کشاورزی و افزودن به خیلی بیکاران.
گندم مایه اولیه نان، تنها یار سفره محرومان هم از تاراج آخوندها در امان نمانده است و نان تنها بخور و نمیر محرومان از فرط گرانی رفته رفته به آرزوی دوردست تبدیل شده و هم برای کشاورز گندمکار مایه غم و بدهکاری و پریشانی. کشاورزان محرومی که گندمشان از بیابی جان سالم به در برده و توانسته بودند کود کیسه 30,000 بخرند، درست در فصل برداشت با سیل واردات بی‌رویه گندم روبرو شدند. از 14 میلیون تن گندم تولید شده، دولت تنها 2 میلیون تن را با خرید تضمینی پیش خرید کرد. به اذعان منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس ارتجاع، 12 میلیون تن دیگر را کشاورزان مجبور شدند به قیمت کاه به مرغداری‌ها و دامداری‌ها بفروشند. قیمت خرید تضمینی گندم نباید با هزینه‌های تولید این محصول فاصله داشته باشد و اگر دولت غیر از این عمل کند، در حق کشاورزان اشراف کرده است. اعمال سیاست‌های فصلی در تولید گندم باعث شده تا تولید کنندگان نسبت به تولید محصول مایوس شده و از طرفی هم دولت اقدام به واردات می‌کند که این مسئله نیز مزید بر علت شده است. رویترز به نقل از تاجران اروپایی نامحسوس و پنهانی حدود 400,000 تن گندم از اتحادیه اروپا خریده است. تحریم‌های بین‌المللی ناشی از سیاست‌های حاکمیت باعث شده فروش نفت به شدت کاهش یابد و میزان قابل توجهی از همین فروش نیز در ازای دریافت کالا و نه پول انجام گیرد. رژیم با در پیش گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت و به صورت عجولانه به معدود خریداران باقی مانده از جمله چین و هند و پاکستان در عوض پول نفت به شکلی به واردات محصولاتی همچون گندم و برنج از این کشورها می‌پردازد، در حالی که استانداردهای سلامتی آنها تایید نشده و احتمال قوی آلودگی وجود دارد. از این روز که دولت به صورت کاملا حساب شده گندم کشاورزان محروم را به قیمت تضمینی مناسبی نمی‌خرد و همزمان به واردات گسترده گندم می‌پردازد تا بتواند نفت را لااقل به این نفت به اصطلاح صادر کرده و قیمت کاه را به گندم تولید داخل تحمیل کند. سیل تبلیغات رژیم مبنی بر پیشرفت خانه‌سازی جایی برای رسیدن صدای زلزله زدگان نگذاشته است. یک کامیون جلوی دوربین را هم چلکلاق می‌کند.
توی جاده که کامیون کامیون داشت مصالح میرفت. دولت خوب حمایتتون میکنه. آره آره، من ابراهیم نظریه. آقا نظری خلاصه خوبی؟ حتی توان یک کلمه حرف مخالف را هم ندارد. ساخت و سازاتون رو شروع کردید یا نکردید؟ نه دیگه آقا جان هیچی مواد این یه عده شروع کردن، یه سری هم خونه هاشون ساخته شده. واقعیت را از مردم بشنویم. یعنی این روستاها چه مرا از بیلویده میگیم، ما بیلویده شروع میشه تا بخشایش، یعنی خودتون برید ببینید. الان خدا شاهده وضع چادرها خیلی خرابه. این هم بخش دیگری از واقعیت در اختلافات باندی رژیم بیرون زده است. بر اساس آنچه به تازگی رئیس شورای شهر ورزقان اعلام کرده، طبق تصمیمات اتخاذ شده، به جای واگذاری وام 2 میلیونی بلاعوض به مردم زلزله زده کانکس داده می شود. نه تنها خانه‌ای به بعضی زلزله زدگان داده نشده، بلکه وام بلاعوض هم پرداخت نشده و داستان به وعده دادن کانکس رسیده است. نگرانی ها از کیفیت ساختمانسازی در مناطق زلزله زده. نماینده مردم آذربایجان در گفتگو با ملت ما: نساختن بهتر از ساختن خانه های سست است. سلما در مناطق زلزله زده اهر و ورزقان: در صورت ادامه این روند و بیتوجهی مسئولان و مدیران زیرفت، تحمل سلما در شرایط آب و هوایی این منطقه غیر ممکن خواهد بود. بگذارید که جوانهای دلیر و بیباک و بیم ما در سراسر کشور، از اشرف و از شهرهای برادر و خواهرش، در سوریه بیاموزند و یاد بگیرند.
درس آزادی و آزادگی و ارتش آزادی بود. بگذارید که مردم ایران از هر طریق ممکن برای سرنگونی رژیم ضد بشری و استقرار آزادی به پا خیزند و قیام کنند. قبلا از استراتژی قیام و سرنگونی با تکیه به ارتش بزرگ آزادی صحبت کردیم و بنابراین باز هم فقط پیام کارساز رو تکرار میکنیم که شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسید. Salir.